این شرم نیست که تو با کدام لباس 4 دفعه به یک لباس رفتی، 4 دفعه به یک لباس رفتی. این شرم نیست، شرمو است که درس دیروز تنخواندی آمدی باز دستان فشیشتی. وقت مونده 5 وقت نماز بخونی قضا نشه، اگه قضا شده تو باید شوه تنظیم کرده، یعنی اهمیت وقته. اما بدترین مردم ماست، ما هیچ چیز دین خدا نگرفتیم، هیچ چیز دین خدا نگرفتیم. فقط تو اول این موسیقی ما به چی مزخرف تبدیل شده بود. ای بجنبان، ای بجنبان میاره، ای بجنبان چشماره، ای بجنبان بینیر، ای بجنبان لبار، ای بجنبان گردن. اما تو رفته رو ایز دیگه، تو اینجا بس است. به تعویق انداخته میریم آدم شدن. نه، یاد دوسی شروع از امی لحظه تصمیم میگیریم کارا به تعویق نمندازیم. بس استرس مربوط زمان است. کسی که زمان خود نمیتونه مدیریت کنه دچار استرس میشه. به نام خداوند پاک و مهربان، با عرض سلام فراوان، تشکر از رئیس صاحب، از بزرگواریشان و از استادای گران قدر، پیش از پیش معذرت میخواهیم. دیگر آخ سنن از مکده خورد است، جبران تحمل کنن مجبوره. همی بزرگوارای را که عکسشان هم میبینید چقدر وقت میشه تاریخ ما خالی است، جای تو بزرگوارا خالی است، عکس نو در پالیشان نمیه. یعنی یک جای کار از پیش ما اشتباه شده، امکانات نبود ولی بهترین طبیب میشد به سطح جهانی. امروز پانتون است، تالار است، استاد است، با کل منابع جهانی وصل استیم، اما ما چرا نمیتونیم همون نقش درست خود ایفا کنیم؟ اما تو که رئیس صاحب گفت، پیامبر بزرگوار ما مسئولیت عمده خود چی میگه؟ میگه تکمیل کردن مکارم اخلاق. ما آمده میگه مکارم اخلاق تکمیل کنم. اخلاق اگه بخوایم تقسیم بندی کنیم به 3 درجه میشه بگیریم: یکی عدالت اخلاقی، یکی محاسن اخلاقی، یکی مکارم اخلاقی. عدالت اخلاقی چی است؟ اگر شما امرای ما خوب برخورد میکنین، مام باید خوب برخورد کنم، عدالت است، بالمثل باید معامله کنیم. اگر بد برخورد میکنین، ما اجازه دارم بد برخورد کنم. در این صورت ما عدالت برقرار کردیم، کسی ملامتم نمیکنه. خب میگه خوب کرد، باید خوب میکرد، بد کرد. اما محاسن اخلاقی چیست؟ شما خوب میکنین، ما باید پس حتما خوب کنم امرایتان، و شما بد میکنین، ما باید گذشت کنم. در این صورت ما محاسن اخلاقی دارم، درجه بالاتر رفتیم. اما مکارم اخلاقی که پیامبر بزرگوار ما میگه چی است؟ شما خوب میکنین، ما باید خوب کنم. شما بد میکنین، ما باز هم باید خوب کنم. از شهرش کشیدنشه، تهمت دیوانه بودن زدن، غذا را سرش قید کردن، قصد جانش کردن، با شکمبی ایوان به سرش زدن، سنگباران کردن، کفشاش خون پر شد. ولی بد کرد؟ نه. گفت نابودشان بسان؟ گفت نه، ادایتشان کن. وقتی فتح هم میکنم میگه بخشیدم. اینی مرحله را، این را به خاطر چی اشاره میکنم؟ ما اومد شستیم، ما در کدام مرحله قرار داریم؟ متاسفانه زیاد مردم ما در مرحله عدالت اخلاقی هم نیستیم. دیگه خوب میکنه، ما بد میکنیم. کسی که برای ما خوب کرده، ما در فکر ازی هستیم چطور بد کنیم. زربین انداختیم پشت هم دیگه، چطور یک لغزشی را پیدا کنیم و از توهین دیگران لذت میبریم. و اینجاست که ما امیالی در دفتر ششته بودیم. من منعیسی یک کسی که حدود تقریبا 17-18 سال میشه که کار میکنم، کار درس کنکور که شاگردار رو برو هستم، و در این 17 سال گراف درس متاسفانه سیر نزولی داشته. ما سالهای اول وقتی درس میدادیم، شاگرد صبح میامد درس چنان تشریح میکرد که بعضی وقت به خدا جان من گزگز میکرد که چی مصیبت است؟ این حافظه ای خو از مام کده لایق است. اما در این اواخر میفهمین چی شده بود؟ ما که صبح بسنف، صبح پنج و نیم صبح ما یک سنف کنکور ما میباشه، پنج و نیم تا هفت، شاگردی که به کنکور میه فیس میپردازه. در بین یک شاگرد سنف، یک مکتب 5000 شاگردی، مثلا 500 از اینا میخواه یک کورس بخونه. در این 500ی که از بین 5000 جدا شده باید نخبه باشه، اما متاسفانه از 500 تنها 50 نفرش پول داده درس میخونه. دیگه پول داده وقت خود ضایع میکنه در صنف. وقتی صبح میری تا کامپیوتر تا آماده میشه، درس تو میشنوی که شاگرد چی قسم میکنه. اینه نمیشنوی که بگه من شوی که درس خوندم، دو فرمول نو حفظ کردم، خودم اینی یک روش
نه ما وقتی ما درس میخوانیم فکر ما دایی بود که یک سوال ریاضی رو چطور به یک طریق دیگه حل کنیم. اما اینا چه قسمی کرد محصلین ما، شاگردای ما. امشب این سریال دیدم تا دوی شب بیدار بودم که مچم فوتبال دو تیم که فوتبال الکلاسیکوس بود تا دوی شب بیدار شد تا فوتبال الکلاسیکوس. یعنی یک دفعه که خود سوال کنیم محصلی که تا دوی شب برای فوتبال منتظر مانده آیا باید مملکتش بدبخت شوه یا نشه؟ سوال میکنه استاد در خارج دیدی که تو 100,000 نفر در استادیوم میشینه؟ بله بچیم دیدیم، اما او خارجی را که تو دیدی او 100% باسواد است. آمار باسوادش ببین میگه 100% باسواد، نان برش میرسه، مهاجر تو را نان میته و تنام میته. میگه ما به اولادای خود خود گفتیم که اینا مکه داشتن، کعبه داشتن، نرفتن به ما پناه آوردن. تو تنها فوتبالش دیدی؟ بله تو در اون سطح برست هیچ کتاب نخوان، برو در استادیوم از صبح تا شب بشی. ولی امروزه بر ما و تو از فوتبال کرده، از تلویزیون دیدن کرده، از تفریح رفتن کرده، از هر کار دیگه کرده، درس خواندن ضرور است. نام پوانتونه متاسفانه در بیرون فیشنتون مانده بودن. محصل کل فکر ذکرش دایی بود که من صبح کدام لباس ما بپوشم، چطور به این فکر باشم که نکتایی ما کت بند بوت ما کت گلک کمربند ما یکسان باشه. خب وقتی کل انرژی تو بر از این چیز رفته تو دیگه درس خوان نیستی بچیم. این شرم نیست که تو به کدام لباس 4 دفعه به یک لباس رفتی، 4 دفعه به یک لباس رفتی، این شرم نیست. شرمو است که درسی دیروز تنخواندی آمدی باز دستان فشیشتی. مدیریت وقت میگیم تنام یک کلمه فکر نکنین، یعنی مدیریت عمر. وقت چی است؟ عمر، زندگی ماسته. ما وقتی سیمینار میمونیم سیمینار افسردگی، افسردگی قیقه زندگی است، یک گوشش او کل مردم یه سر افسردگی صحبت است. از افسردگی که دیگه سیمینار مهم است، این کل عمرت است. اگر تو منظم بتونی تنظیم کنی نه افسرده میشی، نه استراب است، نه استرس است، نه بدبختی است، نه پسمانی است، نه مشکل در مملکت است، کلش حل میشه. بدبختی مازمی شروع است که وقت هم تو از پیش مازایی شده میره و اهمیت وقت هم نیست. یک مسلمان ما تو میفهمیم خداوند متعال به وقت قسم خورده، قسم به چیز مهم خورده میشه، اما تو که ما به ذات خدا قسم میخوریم. خب وقتی خداوند هم به زمان قسم میخوره، به عصر قسم میخوره، به وقت قسم میخوره، یعنی اهمیت داره. اما ما متاسفانه ما و شما بدبختی ما ایست که ما نه از دنیا شدیم نه از دین شدیم. وقتی ما و شما میگیم شما بزرگوار هستین، کلیات گپ میزنیم سر عموم، یک تعداد انگشت شمار 5% اینقدر انسانی و خوب زندگی میکنه در مرحله بالاتر از فرشته، ولی اکثریت جامعه بحث ماست که وقت اما تو ضایع میسازیم که اسراف کننده را خداوند بد میبینه. بدترین اسراف اسراف وقت است و بیشترین اسراف ما وقت میکنیم. 5 ساعت 6 ساعت عمر کل افغان ها ضایع بوده دمه قدر سال. تلویزیون از 6 شب روشن است تا 11 و 12 شب. برالوی کی 5-6 ساعت خراب ساختی صبح تو کتق خستگی آیا کار میتونی؟ آیا درس خوانده میتونی؟ آیا تمرکز میتونی داشته باشی؟ نه. آیا روز بر روز ما همین دوری را که میگفتیم مکتب داریم آیا درس بود؟ من که ندیده بودم. من شاگردارا میدیدم که درس نمیخونه، محصلا میدیدم که درس نمیخونه. من همراه رئیس صاحب گفتم من در یکی از پانتونا درس میدادم، ماه آخر به خاطری که همراهشان روبرو نشم که تاکید میکردن که باش، من از 60,000 70,000 ماش خود گذشتم نرفتم دیگه. به خاطری که میرفتم محصل چهار سرفته در پارک دود کرده سرگرم آمده دستم شیشته و او چون فیز داده پانتون هم مزایمت برشنی کالی آمدی. خب وقتی یک محصل اینقدر زار و ضعیف شوه که اول به خاطر تعیین حالت خود به یک مواد دیگر پناه ببره که از بیرون تعیین شوه و درس شامه تو باشه، آیا کشورش بدبخت میشه؟ نمیشه. گل بیادر خود. و گله ما چی است؟ ما ده یک چیز که مرا زور میته ای است که باز ما چیم او خدایا چرا سر ما؟ خیر سر کی؟ سر او کسی که درس میخونه؟ سر او کسی که زحمت میکشه؟ ما که میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند مهربان است و بخشنده. در این دنیا بر کلگی مهربان است، بر کافر و مسلمان قانون وضع کرده. قانون عملی کردی تو زندگی را بردی، خدا کنه کافر باشی. قانون عملی نکردی باختی، خدا کنه بهترین مسلمان باشی.
آتش سوزانندگی دارد. چی ما باشم، چی تو باش، چی بهترین آدم دنیا باشد، چی از بلند منزل خود پرتیم، کل ما صدمه میبینیم. خوب باشیم، بد باشیم، هر رقمی که باشه. خب اونا چی میکنن؟ وقت خود استفاده میکنن، زحمت میکشن، درس میخوانن، تلاش میکنن، ملک خود میسازن. ما و تو چی میکنیم؟ یک تابلتک میخوریم، نشد اصنف خود میشینیم، فکر ما کار نمیته، شوام کم خواب استیم، دستان فرکات خواب سر ما میایه، استاد دستان فستاده است، والا بلا قسم میخوریم. یعنی من در عمر یادم نمی استاد درس داده باشم، من خودش ورک داده باشم، بیادبی پیش خود فکر کردیم. کل سات فکر میکردم خدا فاجعه نبی، استاد فکر نکنه خسته شده فاجعه میکشه. هنوز ما مثلا بعضی وقت سمینار داریم، یک کسی میاد از شاگرد خود ما گپ خودم میگه، هنوز گوش میکنم بان یک چیز نو زیاد بگیرم. در صنفای ما و شما آیا ادب صنف مرات میکردیم؟ پروفسور در صنف درس میده، کسی کل عمر خود فدا کرده. یک شما میشنید یک کسی ماستری داره، دکترا داره، چیز آسان نیست. اول تو خودت منیس یک معاصر تبی درس نخونم 7 سال برو بیا، برو بیا، همین رنج ببین. دالی که ماستری ها را به مسافرت، به مهاجرت، به لیلیه گرفتن. او تو یک آدم دستان درس میته و تو هر وقت دلت شد که پول فایل پسک و حسن بخی برای ایرام افتخار بدان. ما دقسی استاز نیستیم تا بالا میگردیم. خب از یک مملکتی که ادب رفت خلاص شد. اقوام روزگار به اخلاق زندن. قومی که گشت فاقد اخلاق مردنیست. چیزی که یعنی اگر از من پرسان کنی اولین بدبختی کمی امی اگر ده تا بدبختی بگی چرا افغان آمد رست؟ من کشم میگم اول بستن اخلاق و ادب از کشور ما. نه اخلاق صنف مراد میکنیم، نه اخلاق درس خواندنه، نه ادب استازداری و شاگردی را. خب معلوم دارست کلی چیز خراب میشه. وقتی خارترین موجود استاد باشه خراب از دیگه. باید بزرگترین انسان در کشور ما معلم ما باشه. اما متاسفانه بیتوجه هستیم برش. این اینجاست که ما وقت ضایع میکنیم، وقت خراب میشه و بدبختیست و عمر از پیش ما میره. بنان من مختصراً به چند موضوع اشاره میکنم، انشالله که بتانه براتان مفید واقع شوه. خب اول این کلمه میبینید شما دو چیز داره، یکی موضوع مدیریت داره، یکی زمان. یک تعریفی از مدیریت خود دادیم، از زمان باز دو تعریف پهلوی هم باریم. هدف ما گرفته میشه که هدف ما از مدیریت زمان چیست. اما شما میفهمین ما در زندگی مادی خود با سی چیز سر و کار داریم: انسان ها، اشیا، وقت. دیگه چیز نیست دیگه. دوره بر ما روزمره ما کتم سی چیز سر کار داریم. هر کس تانست این سی چیز مدیریت کنه موفق، سالم، پیروز، سربلند است. یکی روابط خوده که بس جدا کار داره که مدیریت روابط. ما با پدر خود، با اولاد خود، با همسر خود، با صنفی خود، با معلم خود، با کارمند پانتون خود، با همشهری خود چی نوع برخورد داشته باشیم. اگر میره تانست نیم بدبختی ما همیست شوهر در فرق زن زده ریست، زن در فرق اولاد زده ریست، خواهر برادر علت میکنه، معلم که شاگرد جور نمیه، خرابیست. چیست؟ روابط مدیریت نتونستیم. دو، مدیریت اشیاست. ما با اشیا سر کار داریم. تعامل ما با موتر ما چطور باشه؟ با تلویزیون چطور باشه؟ با وسایل خانه چطور باشه؟ مثلا این مثال ساده بتم، ریموت تلویزیون است، اما ریموت بتی بچه بگی دامو رو مندازیم اونجا، چهار روز بعد هر چی سوئچ میکنی او کار نمیکنه. تو چی کردی؟ تو خراب کردی. باز اعصابت خراب و چطور شده؟ در هر وسیله خودم تو رستی. خب مثلا من امیر کتش بی‌توجهی کنم تو کار داشتی بندازم، تا که میتونستم بیارم بفرمم. خب صبح کار نمیتم، من کتش به جنجال است. خب اینجا چهار دفعه تکمر زده برم نوی خراب میشه. با اشیا که خودش بس جداست و یکیشام با وقت سر و کار داریم. و گفته میشه دمی سه تا مهمترینش وقت است. اگه وقت مدیریت تانستی کلش صحیح میشه. و حتی مثال میتن میگه یک کسی را که مثلا تفنگچه را میمانه که بتی پیسایی تا اگر مغزایی تا باد میکنه، میگه سعیز بفرما کلش از تو. چرا؟ یعنی میگه وقت بر ما بتی، عمر ما بان، امی مال ما از تو، خو عمرم باشه. یا دیدیم یک پدر ما کسی ما مریض است، زمین خدا حاضر استیم بفروشیم، مال خانه خدا مفروشیم که حیات از او را ادامه بتیم، عمر برش بخریم. بنان وقت مهمترین شان است که امروز سر از امی گپ میزنیم و امی شعرم گوش کنین. مخص با آسوده برنا که اندر نوبت پیری، به حسرت یاد خواهی کرد ایام جوانی را. یک روزی خواهد شد که این روز پشیمانیش یاد میکردی. من خودم همم صبح در رادیو، من هر صبح برنامه رادیویی دارم هفتاش صبح، وقتی داشتین یکان وقت دمی را که بودین بشنوید. همم روز یاد کردم. سوال میکنم مردم
خب اونجا از ولایت زنگ میزنه، یک روز یک چوپان زنگ میزنه، یک خانم بیسه او دو هرچی دلش شد سوال میکنه که ناخون می مشکل داره، فرق سر این مشکل داره، گرده می مشکل داره، با اون مهم نیست که تو دکتر اعصاب هستی، مقصد سوال. و من اونجا گفتم ای کاش من درسای فاکولتی خود خوب میخواندم که یک سوال مناسب بر جواب بر سوالت یک جواب مناسب میداشم. وقتی تو ما کل از اینا را خواندیم، من نیست اونکه محصل طب هستی، خب 7 سال عمو میخواندیم. اگر من درس خود خوب میخواندم، وقتی در مورد یک چیزی با امروز یک کسی پرسان کرد که تفلک 4 ساله دارم، ستون فقراتش مشکل داره، اگر به جرای اطفال رسیده باشین فکر میکنیم سپینا بیفیداست یک مریضی است. خب اگر من امور خوب میخواندم خوب جواب داده میتونستم. من حسرت میخورم ای کاش وقت خود در وقت دوره درسی خود ضایع نمیکردم. و تو هم یک روزی حسرت خود خوردی، پیش از اینکه حسرت بخوری همیالی استفادهش کن. یعنی خوبی از این سمینار اینه، یک گپ است که تو را از حسرت جلوگیری کنه. صبح نگوی ای کاش چی بد کردم، وقت خود ضایع کردم، کاش که از این درس خود استفاده میکردم. و علم طب شما میفهمین در دو علم مقدسی که در دین بر ما گفته میشه، یکی علم دین است، دومش علم طب است. در تقدس شامل است علم دین، علم طب. اینجا محسن حقوق هم است، محسن طب تو خود یک تقدس هم میخوانی و بیتوجهی کنی خودش شرم است، بد است و حتما پشیمانی کرد خود داشت. اول مدیریت چی است؟ مدیریت عبارت از فرایند بکارگیری کارا و اثر بخش منابع مادی و انسانی زیر نظام ارزشی پذیرفته شده آن جامعه، با عنایت به اصول چون برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل و نظارت بر اساس هدفهای از پیش تعیین شده. این مدیریت است تعریفش، که شما چطور از منابع درست استفاده کنید، کارایی را بیشتر ببرین. یعنی مدیریت اگر در یک کلام بگیم بیشترین استفاده از کمترین امکانات. حالی که وقتی ما میگیم مدیریت زمان، یعنی از زمان چطور استفاده کارا بکنیم، بیشترین استفاده خود چطور بکنیم. شما انسان‌ها را دو نوع خود دیدین، یک نوع انسانایی هستند که 100 سال زنده بوده، وقتی زندگیش مطالعه کنی به اندازه 10 سال هم پیشرفت نداشته، ولی یک تعداد دیگه اگر 100 سال بوده 90 سال کار کرده پیشرفت کرده، یک تعداد دیگه اگر 100 سال زنده بوده وقتی تاثیراتش میبینی به اندازه 200 سال است. این مثل یک کسی میگه از یک قبرستان میگذشت، در یک قریه رفت که در قبرستانشان نشسته است، مرحوم فلانی در 4 سالگی مرد، مرحوم فلانی در 3 سالگی، مرحوم در 6 سالگی، 7 سالگی، کل دمی سن پایین 10 بود. بر از یادم سوال پیدا شد، رفت در قریه بیا در این مردای شما چرا ترسی چه آدم کلان تا نمرده کل خردا مرده؟ گفت ما به اساس سن سالش نشته نمیکنیم، به اساس کاری که کرده ما نشته میکنیم. این آدم 90 ساله مرده، ولی نقشی که در جامعه ما در قریم های بازی کرده بود به اندازه 4 سال بوده، بنان از نظر ما 4 سال عمر کرده. ما چقدر عمر میکنیم؟ ما چقدر وقت خود ضایع میکنیم یا چقدر استفاده میکنیم؟ بنان مدیریت هنر انجام دادن کار به نوع احسنش است، که ما چطور یک کار خوب استفاده کنیم و خوب انجام بدیم. موضوع دیگه تعریف زمان است. در قسمت تعریف زمان شما دقت کنید، زمان یا تایم به معنای وقت است. در اصطلاح فلسفی زمان عبارت از مقدار و کمیت متصل و پیوسته است که ویژگیش قرار ناپذیری است. این مشکل زمان هم است که توقف نمیکنه، که تو کار داشته باشی بگی برو باز تو باش، باز صبح باز ما تو گپ میزنیم، تو نیست. زمان متاسفانه میره. حتی بعضی ها میگن مدیریت زمان هیچ معنا نداره، مدیریت زمان نگوین، مدیریت کارا بگین، زمان خرفته است. تو چه کارایی تا مدیریت میتونی در این بخش؟ بنان قرار ناپذیریش است و گذراییش است. و تعریفی که به نظر من میشه بگیم زمان یعنی شمارش معکوس عمر ما. شما بعضی چیزا رو دین از آخر حساب کرده میرن، خب ما در یک شمارش معکوس عمر خود، اینمیال یک ساعت از سیمینار تیر شد یک ساعت از عمر ما کم شد، یک روز تیر میشه یک روز از عمر ما کم شد. عمر ماست، گپ عمر است. و تو عمرت خلاص شده میره و تو از چی استفاده میکنی؟ و بسیار بد است، عمر از دست ما میره و ما استفاده نتونیم. همونطور که گفتم ایش از زندگی حدیث که خداوند متعال بر ما داده، ولی نحوی زندگی کردن حدیث که ما دوباره میبریم بر خداوند. چی میبریم؟ آیا همی فلم زندگی ما را موجه بندازه؟ ببینین یک مثال میتن، میگه شما اگه میخواین بفهمین که آدم خوب بودین یا بد، کار خوب کردین یا بد، شام همی کل کارهای روزتان در سبد بگیرین در بازار همه تو ببرین، آیا جرأتش دارین یا ندارین؟ اگه جرأت از امیر داری کمی اعمال روزمره ایت هم تو ببری پیشوری چشم کلی که بلی تو آدم خوب بودی، کار خوب کردی، ولی اگه میشرمی سرش یعنی کار خر. حالی خود بازار 100 نفری است،
میدان عشر فکر کلگی استاده است و این فیلم زندگی تو را بندازه و این فیلم ببینه که تا چاشت خواب هستی از خواب خیست خسته او خدا باسوب شد باز دو ساعت شام در تلفون عقد مصروف هستی خودت میشنی به خدایی چی رقم بوده خب این از امیالی فکر خدا بگیریم که امیر خراب نسازیم یک چیزی باشه که قابل نمایش و جواب دادن باشه اونجا دروغ هم گفتن همیشه اینجا خود 20 تا دروغ میای خب وقت خیستم نمازم خواندم ورزشم کردم چای صبحم تیار کردم کتابم خواندم با سینه پانتون اومدم اینجا خود سیز میگه ولم توری کارا کده اما در اونجا خود تو نمیشه که تا شروع کنی زبانت بگه دست بگه نه دروغ میگه بعد میکنه باز چی خود گفتی این متوجه باشید زمان یک تغییر متصل است که حاضر ماضی میسازم زمان حال ما اینا ماضی شده میره گذشته تبدیل میشه به گذشته و مثل یک سیال همیشه جاری است توقف نمیکنه مثل آب روان هم که مثال میتن اما تر است یونانی ها چی میگفت؟ میگفت زمان عاملی است که یک موجود رشد میته گپ شانسی بود خود یک طفل هم میدید رشد میکرد اما مصری ها میگفت نه زمان هم عاملی است که انسان هم میبله کودک بیچاره را پیر میسازه و بالاخره میکشه هر دویش تعبیرش صحیح است اما همی زمان سبب رشد ما میشه هم سبب پیری و فرسودگی ما میشه بنان این مهم است که ما چی استفاده میکنیم زمان مرجع تمام واحدهای محاسبه است به اساسش محاسبه میکنیم مثلا میگیم این طفل بعد از 9 ماه و 9 روز و اینقدر به دنیا آمد یا میگیم 21 روز بعد جلد تبدیل شد یا 6 ماه بعد سمستر ما خلاص شد و میبینین به اساس شمارش میکنیم در اوایل شاید میگه اولین واحد محاسبه شب روز بوده ولی امروزه دیگه تو نیست امروزه با ساعت با دقیقه با ثانیه و تا صدم ثانیه شما مثلا مسابقه دوش دیدین میدون اردوش پولو ده پولوس این یک قدم پیش است ازارم سی یک ثانیه میگه ای اول شد یعنی امروزه چون زندگی مغلق شده زندگی پیچیده شده بنان ارزش زمانم زیادتر شده اما متاسفانه در امت اثری که دیگه کلیگی به سرعت را میره دیگه مردم ممالک شما ببینین ویدیویش ببینین یا اگر رفته باشین مثل موتو راه نمیره تو بیال بیال مرده مرده در فکر هستی چی وقت برسن پانتون فعال هسته زود را میرن وقت خود زایی نمی کنن ما در صنف دیدیم شاگرد اول 20 دقیقه نا وقت آمده از دان دروازه هم که میایه یک دست هم مچم بالا میکنه یا نمیکنه الخو ادبام نمانده که دوران ما بود در این صنف هم مال خونه وقت هم آمده هی دقصید نیست خود تو همینجا خود نشان بتی یا دقل احساس تک تو ناوقت شدن بده که در چوکید برسی همینجا میچ اما تو خرامان خرامان کده میایه آیی بدبختیست در قسمت زمان گفته میشه زمان در بیرون کمیست ولی در ذهن ما میتونه کیفی شوه مثلا در زمان در بیرون هم 24 ساعت است ولی پیش ما بعضی وقت سرعت زمان زیاد میشه بعضی وقت کم میشه مثلا انشتین پرسان کردن گفت تو بیادر این قانون نسبیت میگی در چیز نسبیت بیان میکنی در زمان نسبیت چی رقم است؟ آیا میام نسبیست؟ گفت ولی گفت یک روز فکر کو با بیترین دوستت هستی در بیترین تفریح هستی چی رقم میگذره؟ گفت ولی بسیار زود میگذره نمیفهم چی رقم گذشت اما گفت یک ساعت تصور که سر یک منقل داغ ششتی او چی رقم میگذره؟ بعضی وقتا شما دیدین هیچ فکرت نیست سعی میکنی او خدایا 4 ساعت دیر شده حالا خانه چی بود؟ چون چی شده اینقدر سرگرم کننده بوده که کیفیت 4 ساعت مثل 20 دقیقه برگذشته ولی بعضی وقتای دیگه است که موضوع خسته کن از هر دقیقه ساعت سعی میکنین خیال میکنین وقت آخر شده باشه میبینی اوه 90 دقیقه دیر شده باز میشینی حالی خو میگید 90 دقیقه شده باشه باز سعی میکنی 20 دقیقه شده چی گذشت زمان میتونه کند شوه یا تند شوه نظر به کیفیتی که ما میتونیم ایجاد کنیم ما موضوعات یک مقدارش ازش میگذرم چون وقت کم است یک گپی دیگه که گفته میشه میگه تنها چیزی که یک تقسیم مساوی بین انسان ها شده زمان است برای کل ما روزانه هم 24 ساعت داده میشه برای دانشمندای بزرگ هم همه زمان داده شده همین کسایی که شما عکسایش نمیبینین نام تو نبود روزانه 25 ساعت برشان وقت داده باشن اما 24 ساعت بود برای خارجی هم 24 ساعت دادن برای ماوتو هم 24 ساعت دادن همین تنها جایی که زورمندا نتانستد تقلب کنند این قسمت زمان است دیگه کل منابع را به خود زیاد گرفتن به موت کم دادن ولی زمان خوشبختانه که زورشان نرسیده اما یک سوال کنیم که مثلا ولی سینا از این 24 ساعت چی نو استفاده میکرد و ما چی رقم استفاده میکنیم و ما چه رو شخص داشتیم
یکی از این راه ها که ما چرا تو بزرگ نمیشیم استفاده نادرست از این امی 24 ساعتی است که در اختیار ما است. به همین خاطر پیشتر گفتیم که ما زمان مدیریت نمیتونیم، بلکه کارهای خودم مدیریت میتونیم. زمان در گذر است، فقط ما میتونیم که خودم و کارهای خودم مدیریت کنیم. گوش کنین، زمان منبع تلف شدنی از خرید و فروش نمیشه، ذخیرام نمیشه متاسفانه. تنها میتونیم از او استفاده کنیم و اینمی استفاده زمان است که تفاوت مدیر خوب و بده تعیین میکنه، انسان خوب و بده تعیین میکنه، انسان موفق و ناموفق، انسان سالم و ناسالم. نوع استفاده کردن زمان است که تعیین میکنه برای ما و شما. استفاده درست زمان سبب رشد فردی، رشد اجتماعی، رشد ملی میشه. اگر زمان درست استفاده کنیم، اول کسی دستان شما اول نمره است پرسانش کنید و از وقت خود خوب استفاده میکنه. تو 4 ساعت نشستی تلویزیون میبینی، اما 4 ساعت کتابش هم میخونه. شاید در هوش امتحان هوش بتین از تو که در هوشش پایین باشه، اما از زمان خود خوب استفاده میکنه. یعنی اگر تو بگویم یک آدم باهوش ولی از زمان خود خوب استفاده نمیکنه، از این که آدم کم هوش که از زمان خوب استفاده میتونه موفق تر است. به می خاطر ادیسون بزرگترین مخترع دنیا که تا هنوز به اندازش کسی اختراع نکرده، میگه موفقیت 1% نبوغ نقش داره، 99% پشتکار و عرق ریزی است. چقدر زحمت میکشی، چقدر تلاش میکنی. بنان اوهایی که دستان در درجه است نمره کدری میگیره، علت شی است کنا وقت خود خوب استفاده میکنن. چند واقعیت دیگر هم در قسمت زمان شما دقت کنین. زمان در کودکی کند میگذره، اما در بزرگسالی سرعتش زیاد میشه. چی معنا؟ مثلا شما یادتان بیاریم، من نمیفهم شما خواه از عصر نوستین امکانات بودن. ما دوری ما که بود در یک سال یک پیرانتنبان برای ما جور میکردن، پول نبود. و هم از تکای بدل و ارزان یک قسم تکا بود، فراشوتی بغ بغ بغ. من کالی هم چندان کالا ندارم، پیشتر این دو سه هفته میشینیم کالا هم از پیشتیم. اما او وقتا بیخه دیگه تکای لیلونی و یک چیزی ارزان بود جور میکردن. خب باز در عید رمضان کالا جور میشد، 3 روزی وظیفه داده میشد که بچه فکرت باشه در این چیزی نریزه، لکه نشه، این کالایت پاک نگاه میکنی که نیاز به شستن و اوتو خوردن نشه، که باز نویش معلوم نمیشه. همین که 3 روز خلاص میشه دیگه ما مالک از کالا نبودیم، کالا پس قات میشه تا عید قربان. باز بعد از عید قربان او کالا از تو میشد، باز ما دیگه دعا میکردیم عید قربان بیا، عید قربان چرا نمیه. میشدیم یک سال وارتر میشه تا عید قربان بیا. اما امروزه دیدین عید رمضان است تا شور میخوری، عید قربان است تا شور میخوری، پس عید رمضان دیگه اومده. سرعت زمان چی میشه؟ زیاد میشه. برای کودک سرعت زمان 7 مرتبه تا 10 مرتبه کنتر میگذره. به همین خاطر وقتی کودک کار میگی صبح یک کار میکنه و گریه را کنداخت، نگو چرا قبی حوصله هستی، برای از او بیچاره یک روز مثل 7 روز معلوم میشه. و به همین خاطر حتی گفته میشه در کار تعلیم تربیه باید کودک کار ما وقتی در مکتب میشانیم یک ساعت بشانیم، نه که کودک 7 ساعت میشانیم مثل 49 ساعت دشانده بود. بزرگترین پروفسورم 49 ساعت حوصله نمیتونه. چرا زیاد ما مکتب گریز هستیم؟ به خاطر دم کودکی مکتب بعد ما کردن، زندان برای ما جور کرده. دالی که خوشترین جایی باید مکتب و پانتون باشه، اما نه، ما همین خدا خدا میکنیم چی وقت بگه درس خلاص شد بگیرید که نمیگیرید. بنان زمان در کودکی کند است. موضوع دیگه در جوامع کشاورزی زمان کند است و حتی گفته میشه 2 برابر کندتر است. یعنی چی مانا؟ همیالی اگه شما مثلا در بدخشان و در لغمان و در یک جایی باشین، صندلی است، فصل زمستان است، توت تلخان است، قرار خواه است، هیچ. ولی موتو باید تله 8 بجش تله بده و کازری ناوخشدی است. در جوامع صنعتی سرعت زمان زیاد است. به می خاطر گفته میشه یک کسی که در جوامع صنعتی 80 سال زنده بوده، سرعت زندگیش به اندازه 40 سال بوده. اما دالی که در اطراف 40 سال اگه زنده بوده، به اندازه 80 سال عمر کرده. یعنی اونجا استاس تا زمان میگذره. به اساس فصل، سالی فصل کشتکار، سالی فصل قاقب کشی هاست. اون رقمی اتو به ثانیه و دقیقه نیست. به این خاطر گفته میشه که 20 سال اول عمر ما مساوی با 60 سال دوم است. یعنی اگر 20 ساله شده این عمرتان نیم شده. یعنی 60 سال دیگه اون قبل سرعت میگذره کنون 20 سال اول گذاشته بود. شما یه دفعه خودم فکر کنین کودکی هایتون چقدر طولانی بوده. اما یعنی بعد از اینکه نوجوان و جوان شدیم بی یاد نمیه مثل یک روز از پیش تیر شده. بنان باقی عمر با سرعت میره. زمان با استرس بسیار رابطه داره. بحث استرس مربوط زمان است. کسی که زمان خود نمیتونه مدیریت کنه دچار استرس میشه. و اگر زمان مدیریت تونستیم بنان استرس ما کم میشه.
پیامبر بزرگوار ما میگه در روز قیامت از عمر انسان سوال میشه، از کل عمرت سوال میکنه چی کردی، و مخصوصا جایی که زیاد از پیشت سوال میشه از دوری جوانی تست که تو دوری جوانی رو چی رقم سپری کردی. و از ما تو پرسان کنه دوری جوانی رو چی کردی؟ والا هیچ گیم زدم، لدو، ای گیم دیگه چی بود زیاد مشهور بود؟ پابجی زدم، باقیشم تلویزیون دیدم، یا کمی که وقتی یافتم مود فیشن و ریشو بروت خدا آرایش کردم خلاص بشد. این شد زندگی. و به می خاطر است که خدا دبال تیاران میگیریم خواهد زمین جا بگریزیم. چرا دیگه وطن ما نمیه؟ چون ما جورش نکردیم، وقت خود استفاده نکردیم. ملتی که وقت خود استفاده نکرد اونو تو از بال تیاره پایین میفته. ما فکر میکنیم یعنی همه قدر شدت و تلاشی که ما داریم برفتن به خارج به جنت کسی نداره. یعنی از جنت که تلاش زیاد داریم که یک دفعه اونجا ما رو ببر، اونجا هم که تو رو بره تو فرش سرخ نمیندازه، اوه افغان ها نام خدا وطن خدا ساختین، بیاین بر ما میگم تیوری بتین ما باچه ایم، تو خود نمیکنه. یک کم پک است، یک چادره که تو دور داده میگه بیشیم اونجا. بر یک کم پس اوی قد تلاش داریم که الله ما رو بان برسیم، در مرز، در برف، خانم خودم میمانی میدهیم، شوهر خودم میمانی میدهیم، اولاد در میدان اعلامیتیم میدهیم که ما رو همونجا بان. چرا؟ چون او کار میکنه وطن خود میسازه. و ما تو وقت خود زایی میکنیم. و ما تو جوان از این مملکت که باید این مشکلات حل کنیم. و وقتی از غیرت شو او گر ندانی غیرت افغانیم، چون به میدان آمدی میدانیم. بچه میدان میدان کس نمیه، او وقتای میدان تیر شد که شمشیر بود دنگ 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 از اموجا تکمه میکنه غیرت میرد تا گم میکنه برد. عصر زور بازو رفته، او یک فیلم بود سابق شمشیر بازا بود، بازی تفنگچه از دور زد او کتمن میوف گفت تفنگچه او وقت نارین توبل من زلار آل او رقم نیست که غیرت زور بازو باشه. حال از شمشیر گفتم 3 سال خو یک 3 تا شمشیر باز پدر کلان بچه نواسه این مردم مصروف نگاه کرده. یک سال شاه سلیمان بود شمشیر دم دستش ایسو قرد بزندنگ ایسو قرد بزندنگ کلی نمی 36 میلیون نفوس هیچ کار دیگه نیستم یک سنت تکرار میشه ایسو بده واسه میشه سو بده سر زیر بزن تو شلوار ایزی خو یک سال دل مردم گفتم یخ کده باشه دیگه بس شان از خود دیدن اونم سن او خلاصه تالی گفت مخ بچیم یار یک سال نگاه کردم مصروف تغرل بچیم تو بیا یک سال تغرل همون شمشیر از پرنگش تغییر داد یک رنگش کرد بی یک سال او دنگ 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 این 36 میلو او چه شمشیرهایی میزنه او که خلاص شد گفت ما دو تا مسئولیت خود 2 سال ادا کردیم عثمان بچیم تو بیا آلی عثمان اینم تا سیل دانه اوه 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 چی اسمه فکر اگر 3 سال به جای نمقه تلویزیون دیدن مردم ما درس میخوان شما فکر کنین کجا میبودیم آیا مجبور بودیم که به کمپ مردم پناه بریم؟ بین خود هستیم میگم خفه نشیم خب این درد مشترک ماست درد مشترک ماست در افغانستان از دان کوچه ما کستیر شده نمیتونست که غیرت ماسی سونا نبی که دخترای کوچه است و فلانی است و فلانی اما حال در اونجا چی وضعیت داریم؟ حال اونجا چی وضعیت داریم؟ آیا اون خواهر برادر ما نیست؟ و کل اونجا که میریم چی شده؟ و جک رفتیم بگیم نفس راحت اینم اومدم حالی به فکر ازیش هم که کسایی مانده درس خود چطور بخونه نه او جک باز میره امی آدمی که تا اینجا از غیرت دان کوچهشان صحبت بود او حالی لباسای خود چطور تغییر داده بره به کدای قسمتای بدن خود تیک تاک جور کنه او رو بندازه ای از چی است؟ از بی‌همتی ما و تو است از بی‌همتی ما و تو است فقط شده فکر ذکر ما شکم ما و خارجی ها میگه تنه میتن میگه در شکم نام خداستین اینجا میگه وضعیتش خراب است افتخار ما ایست دو غوری نان خوردم تو بد کردی دو غوری نان خوردی آدم دو غوری میخوره تا اینجا برستم تا اینجا آدم خدا پر میکنه وقتی کل افتخار ما تنها شکم ما باشه شیر مولاناست میگه جانور فر بیشود از القنوش آدمی فربه شود از راه گوش اینشتین میگه که مردم به فکر شکم خود بود به فکر مغز خود می بود جهان رنگش تغییر کرده بود چند دفعه ما رفتیم کجاست یک صفحه یک درس یک برنامه علمی یک چیزی یاد بگیریم بر از اینجا نه کجاست حالا پلاو کجاست بگی لغمه 20 رقم پلاو داریم یوزبکی پلاو هستی ترکمنی پلاو هستی فلانی پلاو هست خورد ملت پلاو خور این رای حل نیست و به این خاطر است مجبور میشیم اونجا بریم و کل فرهنگ خود، دین خود،
آرمانای خود فدا کنیم فقط به خاطر رسیدن به اونجا و یک مجبور شیم بدن خود به نمایش دیگر بانیم که سعی کنیم تو بدن دارم اون نرزی در کجاست ما ایران ماندیم اون نرزی در کجاست که ما از بدنم فیلم بگیرم و ایره در تیک تاک بانم از بستر خواب خود بگیرم ایره در تیک تاک بانم این شد زندگی ما ای از بهترین های ماست کوج است که در آرامش رسیده ای چیست ما تو مسئول هستیم ما تو مسئول از امیالت هستیم دیگه از این که یک فرهنگ چقدر باید خراب شد حالی ما او مثال دادم نمیگم قبلا صحبت کردیم فقط تو اول این موسیقی ما به چی مزخرف تبدیل شده بود ای بجنبان ای بجنبان میاره ای بجنبان چشماره ای بجنبان بینیر ای بجنبان لبار ای بجنبان گردن اما تو رفته رایز دیگه تا میجا بس هست ای جنبان در رایز باز یک دختر افغان چی میکنه ای تو گفته او برش ویدیو جور میکنه که میگه بجنبان او جنبان در رایز اما هر جای کم نام میگیره این می جنبانه او را مندازه و ما چی فکر میکنیم یعنی درد از این وطن درد جنباندن است نان است آبادی است آرامی است درس است تعلیم است کل کار کردیم فقط مانده جنباندن ما کار آخر جنباندن است بیا که بجنبانیم اگر بگی که بیا در امی 10 سال 20 سال درس نبود میگه جمشید دیوانه شده این 10 سال 20 سال بچیم جنباندن بود یک تنبور زده میتونست خود جنبانده میتونست رئیس جمهور رئیس اجرایی که معاون اول که معاون دوم تقدیرنامه بود که دادم میرفت اگر درس میخواندی استاد میبودی هیچ این قخاری رو نگاه که هر کس ببینه بگه خدایا هرچی میشم خب معلم نمیشم خب وقتی یک کشوری که معلم خار میسازه و هنرش هنر جنباندن میشه خرابیست دیگه بدبختیست دیگه دین بر ما میگم مومن کار بیهوده باید نکنه اما ما غرق لهو لهب هستیم غرق بیهودگی هستیم و چی جواب خواد دادیم تا اینجا ما زمان هم فهمیدیم مدیریت هم آلی ترکیب از همین مدیریت زمان مجموعی مهارت است که از زمان استفاده مؤثر کنیم و زیای زمان جلوگیری کنیم این است مدیریت زمان یعنی از همین عمر خود از وقت خود چطور استفاده خوب کنیم از پیش مزایی نشه مدیریت زمان یعنی طریقه استفاده درست و مؤثر از زمان مدیریت زمان یعنی مدیریت زندگی است زندگی خود یعنی ما امروز چی میکنیم مدیریت میکنیم خواه وقتی میخواییم زمان مدیریت کنیم اول همی دزدای زمان خدا فهم یک چیز هم باید بگویم که تنها شنیدن یاد گرفتن رای حل نیست عظمت زندگی در علم نیست عظمت زندگی در عمل کردن است همین که سعدی بزرگوار میگه عالم بی عمل و چی ماند به زنبور بی اصل نیش میزنه اما اصل مثل درک نداره یا هم که میگه دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بیفایده کردند یکی آن که آموخت و نکرد و دیگر اندوخت و نخورد اگر بیاموزیم و عملی نکنیم فایده نداره این مثل همون داستان باز و بلبل است بلبل در قصر شایی در بین قفس بود دانگه کای گل باز در سر دست شاششته بود او از جه صدا کرد که او بازی قواره مردار تا ببین صدام نداری چیزی هم نمیخوانی ما را سعی که مقبول خوشخان ایجه بندیستیم گال میته تو را گوشت تر دست خود میته ای چی رقم عدالت است؟ گفت علت شیست که تو تنها گپ میزنی ما عمل میکنم فرق در اهل عمل بودن و اهل گپ زدن است گپ زدن خود این مملکت زیاد بوده قواعده و وعید میداد در وقت انتخابات که تو میکنی مو تو میکنی مو تو میکنی با گپ خود نمیشه با گپ نمیشه 200 گپ به نیم عمل نمیارزه بنان وقتی صحبت میکنیم مهم عمل کردنش هسته این بعضی هم میگه سیمینار میمونی های تاثیر میکنه حالا وقت سیمینار من هم میمونم دوستان ها مزاحمت میکنن بر شما هم جنجال جور میکنه بر ما ولی بله اگر بخوایم اطلاعات است هر کس عملی کنه میشه پرتو خورشید عشق بر هم افتد ولی سنگ به یک نوه نیست تا همه گوهر شود این ما مهم هستیم چه عمل میکنیم اون مو صنف 50 نفریست بر 50 نفر دکتر درس داده میشه ولی 5 نفرش دکتر میشه دیگهش ناق وقت قضایی کرده استاد به کلی درس داده بود مهم است ما چقدر عمل میکنیم بنان عمل کردن مهم است اول اگر میخوایم مدیریت زمان کنیم دزد زمان خود بشناسیم ما چند تا دزدایی که وقت ما را عمر ما را ضایع میکنه یعنی دشمنای ما است ما کتی یک کسی هم گوچگی داریم یک گپ زده و هو دشمن ماست پشتش تفنگچه گشتان در ایستیم نکو بیاد رو دشمن تو نیست نه دشمنات اینیا را بشناس هر روز آزارت میده او بیچاره کمی پلوان کچ کده بود خلاص
این کل عمر تو رو تباه میکنه، این رو بشناس. دزد اول، خواب بی موقع، نامنظم، بی کیفیت و زیاد. ای اولین دزد زمان است. اول میری شب تا وقت مصروف است. یالا فیسبوک چی شد؟ تویتر چی شد؟ تیک تاک چی شد؟ تلویزیون چی شد؟ اهل مصروفیت است. تا دوی شب، یک شب پرسان میکنه ماینه خانمت خواهد چه؟ ولی تا یک خوب است، ام یک شب خواه میکنم. بلی واسه خدای کجاش خوب است؟ یک شب خواه میکنی؟ حالی پرسان است تو نمیکنم، تو خودت پیش خود ببین. اگر نو نهایتا از ده شب نو وقت خواه میکنی، اولین کار ریسک که تو خوابت خراب است. الا اگر کسی میگه من از ده شب هم درس خوانده میرم تا دوازده شب تا یک شب. ولی اگر غیر از این کار میکنی تو عمرت تباه کرده رویستی. خیانت میکنی علیه خودت، علیه مملکتت، علیه مردمت، علیه کل چیز. مسئول هستیم. عبدالله بن عمر خواب میبینه میگه پدر چطور شد حساب کتاب؟ 30 سال بعد میگه 30 سال نه حساب کتاب خلاص شد. چی میگه؟ بلی از تو عادل‌ترین مرد دنیا سی چی رقم است؟ میگه در بغداد یک گوسفند تیر میشد، پل خراب بود، پای شکسته بود، در سوال جوابش بودم. از موتو سوال جواب نمیشه که چرا دختر و بچه مملکت تو مجبور شد فرار کنه، از طیاره بفته، اونجا بره مجبور شوه، منحرف شوه، در کوی ترکیه یخش بزن. از موتو سوال نخواد شد؟ موتو مسئول استیم. تو منعیسی یک جوانی که تو تاخور عقل خلق نکردم، نان پاپا نمیگی، برات مغز دادیم، پانتون است، فامیلت یک چند روپه میتد، استاد است، درس می، تو چی کردی؟ خوابت خراب نکن. خوابت اگه ناوخ شد، صبح خواب خراب، روز خراب. شب خراب، روز خراب. وقتی تو خوابت خوب نبوده، تمرکز نمیتونی سر درست. چیزی یاد گرفته نمیتونی. کارایید پایین میایه. بنان خوابت اول منظم که خواب باید در یک وقت سنگین منظم و در این سن سالی که شما هستی 9.5 ساعت 8 ساعت خواب باید داشته باشی که هیچ چیز بدلش نکن. تو حتی سعی کن منعیسی یک مسلمان حتی میتونی خدا اینه با وقت به خواب میرم که صبح با وقت به نماز خودم، به کار خودم، به درس خودم رسیده بتانم. اما اول خود در زندگی ما و شما خداوند نقشی نیست الا که مجبور شیم او خدای او خدای چطور شد؟ دیروز کجا بود خدا در زندگی؟ تو نمیتونی دستان بشینی بگو خدایا معلم نمیبینه صنفی ما مزایمت، ولی ما تو رو شاید گرفتیم سعی که وقت خود زایی نمیکنم، من این درس تعقیب میکنم. نمیتونی؟ هم ثواب هم خرما. این عمل اعمال و بنیات اینه میست که نیتت پاک باشه. تو نمیتونیم کتاب تا در خانه بگی خدایا اوضاع خراب است، ولی من اینمی درس میخوانم که خود اول بسازم مردم خود، خانواده خود، وطن خود. برات هم درست میشه، هم ثوابت، و الله توانایی مغزت بالا میره. چرا کلیگ شکایت داره به خدا من درس یاد نمیگیرم؟ خب علم درس یاد نمیگیری، تو کل انرژی روانی در فیلم و سریال مصروف است. من باشم یاد نمیگیرم. دوم، روتین صبحی که بیدار میشیم، هر کدام که صبح بیدار روتین کارهای تکراری. امی صبح از شروعی که بیدار شدیم تا اولین کار رسمی ما که شروع میشه چی رقم میگذرانیم؟ برای مؤصل مثلا رسمی کارش همین شروع درسش است، برای معلم درس دادنش، برای مامور سر دفتر رفتنش. از صبحی که تو خیستی تا اینمی وقت چی رقم تیر میشه؟ بعضیا خیستن غلمغال کو اعصابت خرابی، بعضیا بیدار شده نماز خدا میخونه، ده دقیقه ورزش خدا کرده، پلان روزمره خود جور کرده، ده چای صبح هم امرای دیگرها کمک کرده، اشتیای شام صاف شده، چایک خودم میخوره، وقت هم سر درسش رسیده. اینی روتین صبح تمون ازم بساز. ناوخ نخی، متاسفانه ما می صبح خود خراب میکنیم. صبح تا 8 به زور دیگرها بیدار ما کنه. بد نیست ده ایسن ما را مادر ما بیدار کنه، بخی او بچه، بچه گلم بخی، بچه نازم بخی، 3 دفعه که نشد او خاک در سرت بخی، او پدر مانند بخی، نام ایواناتش رو میگنه بخی که 9 بجه شد میخیزی که 9 و 7 بجه است. این اوضاع خراب است. صبح با دعای بد شروع شده تا شام تو خراب است. معلم دار است اوصلی معلم هم دیگر نداری، اوصلی سنفی رو هم نداری، اوصلی درس هم و هی بی اوصلگی ما و شما را خود دیدین نه؟ ما آنقدر در قسمت یادگیری و درس بی حوصله شدیم که هیچ پرسان نکن. محفل لهو و لهب باشه، محفل غیبت باشه، محفل های بد باشه، نه خستگی است، نه خوف سر ما میه، نه کم حوصله میشیم، پر انرژی استیم برش. همین که موضوع معلوماتی شد مثل که مرچه در جان ما خونه کده باشه، شوره خورده رستیم، حالا نارام شو، حالا حوصله نداریم. به خاطر چی؟ به خاطر انرژی ذهنی ما دیگه طرف رفته، ما در گپای دیگه مصروف شدیم و انسان نمیتونه سر طرف که ذهن شرکت کرده اون طرف میبره. انسان توانایی
با ظرفیت شدن، لایق شدن، زحمت کشیدن، تنبل شدن هم داره. انسان در بین دو بی‌نهایت در حرکت است. این ظرفیت داره. میتونه رحمانی و خوب شوه، بالاتر از فرشته بره، میتونه پایین‌تر از بددرنده‌ترین حیوان شوه. ولی ما چرا کم حوصله به درس هستیم؟ به خاطری که کل انرژی ذهنی خود دو چیز مصرف کرد. هیچ کس تا بالی زنگ نزد ولی دکتر سه ماکسریال میگیرم خون میبره. هیچ کس نمیگه. خوش هنوزم میپره. ولی این کتابی که میگیرم خون میبره. معلوم درسته. خب تو اونجا است انرژی، تو شوقی که باید از کتاب بگیری نمیگیری، از ریال میگیری. داره که کسایی است که کتاب میگیره صبح میشه روشنی میشه، هیچ چرا روشنی است مهتابی شده، میبینه که این آفتاب طلوع کرده، بس که درگیر شده بود که کتاب خود. اما تو پنج دقیقه حوصله نداری، من میام میگه خوابم خراب است، میگم صاحب این کتاب بگیر، میره در خانه شب بخون خواب میه که بر افغانا دوای خواب کتاب است. این کتاب تواس کو بر خواب خلاص شد، بی حوصله میشیم. و اساس زندگی مقاومت است. ناپلئون بناپارت شاه فرانسه در مکتب تنبل بود، بازیر اول نمره رفیقش بود، نقل میداد اول نمره و آخر نمره، بعضی وقت در مکتب جرامت میداشته باشه، تنبل یکم بولانی میخره، یکم رشوه تکا، باز اول نمره نقل میده، ساتشان تیر میباشه. این یک فکایی هم داره، نمیگه که اول نمره و آخر نمره رفیق بود، 12 سال بر از او نقل میداد، و بولانی میخرید و بسکیت میخرید و یکم چای، خلاص 4.5 ماه تیر شد، 12 امتحان سالانه که شد، گفت دیگه امتحان تحریری نیست، ما میایم همو تو پرسان میکنیم که تقلب و نقل اینا زیاد شده در این مکتب. رنگی آخر نمره پرید که بیا در یک سال مثلا تو سرمایه گذاری کردم، یک مصرف کردیم، این چطور میشه؟ یا یک رای حل پیدا که یا من عریضه میکنم که بیا در این رشوت ها را خورده ای. اول نمره گفت خب مرا وقت بدید، رفت شو فکر کرد، صبح آمد گفت یک رای حل پیدا کردم، من میرم سوالایی که از من کرد میایم به تو یاد میتونم، تو هم معمولا سوالات تکرار میباشه. گفت سعیز حیات آمد امتحان برگزار شد، اول نمره رفت بچیم، گفت سول اندسر کی بنیان روزاری کرد؟ گفت صاحب قلیدیس. آفرین بچی، گلم شاباس. هندو پاکستان چی وقت جدا شد؟ 1945 جدا میشد، بنابر مشکلاتی که بود به تعویق افتید، 1947 جدا شد. خیر سیاره نوم کش شده در نظام شمسی، گفت تقا جریان داره شاید بس. سیاسی آمد جوابا را یاد داد که بچیم یک قلیدیس است، یک 1945 1947 این نوبتی آخر نمره رسید، بیچاره وار خطا آمد، گفت نام چیز؟ گفت قلیدیس. گفت ادمان دیگه شاید نامش باشه. گفت چی وقت به دنیا اومدی؟ گفت 1945 به دنیا میومدم، بنابر مشکلات 2 سال به تعویق افتادم، 1947 به دنیا اومدم. آیتا قار شد، گفت ما به نظر دیوانه مالو میشیم، گفت تقا جریان داره شاید به اثبات برسه، شاید به اثبات برسه. اینا هم که فارغ شد، وقتی فارغ شد او شاه شد تنبل شاه اون عمر میگن، ای اول نمره جنرال شد، ولی رفت آمد داشتن، بازی قصر میرفت میگفت تو بچه ای چی رقمش هست؟ ای تو تنبل ایجا پاچه ها میشی، ما که قلایق بودیم جرا. هر روز همین پرسان میفته، میرم زیره بگو. آخر یک روز گفت میفا، گفت بیگه انگوشت مرد تو ددان تا، گفت ببینیم کی مقاومت داره. هر دوش فشار میداد، خون سر کده بود، ناپلئون هم درد گرفته بود، اما چیغ نزد. یک فشار دیگه که داد، جنرال گفت الهی بتی که کشتی بچه فلانی، الهی دستم شکستان دی. گفت نیست فرق، ما تو لایق هستی اما مقاومتت کم است. چقدر مقاومت داریم، چقدر حوصله داریم، چقدر برای درس خود اشتیاق داریم. او سنفی گکای تانا شما که سنف درسی تان شروع میشه که دنیم میبینی که علی خودم میخوارم مبراید نیاز برفتن به چی پیدا میکنه، خلاص دیگه بافم او از او چیز جور شدنی نیست. او رو یاد داشتم که پیش بیمون چندان دکتری هم نمیشه، خاطرت بخیر راحت. او سنفی که از همی اول ششتم میخکوب اما تو معلم خود سیل داره، اونو جور شده نیست، با دست مبارک از اوست که وطن جور میشه. بی جان می خیر، بی برنامگی خراب ما میکنه وقت، شبکه‌های اجتماعی قاتل وقت است، که نمی که در فیسبوک داخل میشم یک وقت میبینیم 300 زایی شده، 300 زایی شده، این خرابی است. بسش کو از امروز، بسش کو روز 100 نهایتا بیخی که زیاد شوخی 100 خلاص شد، نکو زیاد. ضعف در نگفتن یک دزد وقت است، هر کس بیا نمیری تا پایین ها بریم، معلوم هم درس میده، نمیری یک چای بخوریم، آه بخی که بریم چای بخوریم، مردی پشتی چای برو یک گلاس چای بخور، درس تیجه مانده تو رفتی در کانتین ششتی که یک گلاس چای بخوری، آه اینه تشنه چای آب زندگانیست، بگو بگو دالی که نمیتونی بگو نه نمیرم، من درس از درس گوش میکنم، کو هم ادب شوه، او هم بیشینه، یا او میره بره، تو بیشی درس ده بخون، تو بیش درس ده بخون، حتی میتونی بگوی خدا سایک من درس من میکنم، مثل رفیقا شوق شونیشینی کردن قطبازی و سات سر صبح شد کلش خواه کرد، امی یکش خیست نماز شروع کرد، در ختم نماز گفت خدا میبینی کلش خواه کردم نماز میخوانیم، دیگه سرش پس کرد گفت بیوش دان مار چون دگیر میدی نماز دا. به نوان
بنان تو بیشی بگو نه من نمیرم در کار غلط، من درس خودم میخوانم. تلفونای ما یک عام زنگ میاد، بله بفرمایید چطور هستی؟ کی هستی؟ نشناختی؟ نه نشناختی؟ اون ناجوان گفتم نمیشناسی، یه نه پوک شدی؟ کی هستی ببخشی؟ بسیار پوک هستی؟ رفیقه که سعی کن چرت بزن شاید یادت بیا، نه والا یادم نامد. اینه میگن دنیا تغییر نمیکنه، چطور تغییر کردی؟ نیم ساعت آخر فلانی استم. اینه از خودت کرد یک لودی دیگه و خلاص بیشی نیم ساعت دینه می قصه تیر است. باز یکان تا با یک تلفون هم قناعت نمیکنه. دو تا تلفون، سه سی سیم کارت، شش تا سیم کارت که زنگ زده برین من بیکار هستم برای شما جواب داده برم که فلانی جان فلانی جان نصف شب زنگ میزنه چطور است؟ خوب استی؟ خوب دیا. خب با گفتم چیز در رد نباشه پس خوب کن، از این بغل به او بغل ملاق بخ خوب کن. تلفون های ما دیگه بدبختی رو خود نمیگی. تلفون ها آمده میره، نیم عمر افغان ها رو تلفون ضایع کرد. یک تلفون هم میخره تا که به این بلد میشه ای گم میشه، بازی دیگه اش تا مینوی از این رو بلد میشه. این سر ما این دیم تلفون است خلاص، کل دیگه موری گردن مشکل پیدا کرد از بس که نمترست. ببینم سر تا بالا که اینجا دیگه چیز هم دنیا هست. مثل گفتی یک روز برق ما نبود و حالا دیدیم که اعضای خانواده هم مردم های خوب است. و خدا ما دعا میکنم برق مرق گم شه، مردم یک ساعت بشینن قصه کنن، اولاد از پدر، پدر از اولاد خبر شه، کل ما غرق هستیم. نارومی و آشفتگی ذهنی فکرای بد بد وقت ما را ضایع میکنه. من وقت پورا میشت مرا اشاره بتین مخت تکلیف روانی زیاد گپ میزنم. تلویزیون، ترافیک استاد اینایش خود کنترل ما سیرا بندی را من دیگه چی کنم میخواد. ها بله را بندی در کنترل تو نیست، ولی یک چیز میتونی بچم، نت تواز که کتاب های صوتی است. رابندیس خلق کلگی تنگ است، تو کتابک صوتی تا بزن بخون. کتاب تواز که اونجا ورق بزن خلق کلگی تنگ، توی تنگ نی. هر وقت باشد من انوزم رابندی باشه درس خدا بخونم. چه فرق؟ تو راه های را خیر است پیش بگی که بتانیست. برنامه های آموزشی امروزه به صورت صوتی است، موتر شخصی داری بزن فلشک تا گوش کن. بان رابندی باشه. تو آموزش تکن. تنبلی این یک بدبختی است. تنبل تنبل نباشین، تنبلی عامل بدبختی است. نه سه رفیقا خواه میکردن گفت بخی بچه گروپ گل کن، نه سوسر خودت بخی گل کن، نه خودت جور نامدن. گفت خیر هر کس که اول گپ زد تمو گل کنه سایز چپ ششتن، یعنی تو چپ ششتن سه روز تیر شد. آخر هم سایا گفت چی شد اینجا؟ سه نفر بود مردن، دروازه را شکستان دن، آمدن مردا را کشیدن بردن غسل دادن، اولی را کفن کرد ماند تا بود دومی را سومی را کفن کرد گفت من زنده هستم و دو تا دیگه باختی بخی گل کن بخی گل کن. یک تنبلی بد از دل تنبل نمیشه. امیر شما گوش کنین، امیر شعر رو گوش کنین. گر نبود خنگ متلا لگام، زد بتوان بر قدم خیش گام. اگه میگه اسب سفید لجام طلایی نبود خیره که نبود، قدم خدا میتونیم گام بانیم. هیچ اگه اسب نداشتی یا امروزه موتر نداشتی پای پیدا میتونی بری، داری ایوازش داریم. ور نبود مشربه از زر ناب، با دو کف دست توان خورد آب. اگه تو جام طلایی و گلاس مقبول نیست که دست هم میشه دقل بخوری. ور نبود بر سر خان آنوین، هم بتوان ساخت به نان جوین. اگه قابلی و پلا و فلانی و فلانی و کفته نبود که نان جام هم دقل میشه شکم خود سیر کنیم. ور نبود جامعه اطلس تو را دلق کهن، ساتر تن بستو را. اگه جامعه اطلس نداری اما دلق کنام تن تا ستر میتونه. شانه یا جر نبود بحریری، شانه توان کرد بنگشت خیش. اگر شانه لکس نداشتی که تنگشت تا میتونی بکنی. جمله که بینی همه دارد عوض، در عوضش گشته میاد سر غرز. امی کل چیز ستا تا چیز دیگه هم نام بگیری بجایش بدیلش هست، اما چیزی که بدیل نداره چی است؟ آنچه ندارد عوض ای اوشیار، عمر عزیز است غنیمت شمار. کل چیز بدلش پیدا است که اگه نبود از این را استفاده کنه، ولی چیزی که عوض نداره است پیشت میره او عمرت است و این لطفا از دست ندی. یاد ما باشه زندگی عمر کردن نیست بلکه رشد کردن است. اما تو که پیشتر گفتیم شاید 100 سال بودیم ولی زندگی ما را زندگی نامه ما رو نشته کنه 10 سال 5 سال موثر داشتیم و این شرم است و این بسیار بد است. تنها چیزی که روزانه مساوی تقسیم شده بین ما مو وقت و زمان است و از فرصت ها باید ثروت بسازیم. بزرگترین ثروت ما چی است؟ وقت است. مهمترین گپ در مدیریت وقت نظم و دیسیپلین و انضباط است. اگر میخوای وقتت مدیریت شود نظم در زندگیت بیار. اول نظم در امور خانه‌ت،
از همین چه که رفتی یک جرابت یک طرف، یک طرف کرتی رو یک طرف ننداز که صبح میخیزی به خاطر یک جراب نیم ساعت سرگردان هستی. کله جرابم چی شد؟ او زنک جراب چی شد؟ من چی کنم؟ خود خاک دسره تو چی رقم زنستی؟ بیش صبح زنگ جنگ است دسره یک جراب. دالی که اگر مثل آدم جرابکای تا کشیده بود دبین بوتت مانده بود جنجال نبود، صبح میامده خود جراب میگفت من اینجستم. یک اتاقه که الماری تذکیره اسناد درسی کل کاغذکایت اینجا، هر وقت کار شد پانتون میگه صبح اسنادایتو نبیارین، صبح میری اینجا میگیری میاری. صبح تو در خانه داوارت داختی تذکریم چی شد؟ با ما چی تذکری تو رو چه رقم فامیل هستی؟ تو رو مادر میگنی تو تذکری من رو نگاه نتانستی؟ ای بیش مادر تذکری تو رو نگاه کنه. سر بی نظمی میز کاریت میبینی یک گدوه دست یک ورق کار داری، اینم کل چیزالی دیگه کل الماری رو پایین کدرستی ورق کجاست؟ اسکرین کامپیوترت یک فولدر کار داری که فولدر پر است، کیره دست میزنی رو دست میزنی رو دست میزنی گدوه دیست. نظم در زندگیتون بیاری، هم نظم در جای اشیا، هم نظم در کارها. که ما اول کدام کارم از دوم کدام از سیم؟ برای یک محصل مهمترین کارش اول درسش است، تلویزیون و اینا بعدن است. خب اگه این نظم نفهمیدی سرچپش خراب میشه، همونطور که مثلا چشم و ابرو هر کدام در جای خودش خوب است، ایره تو سرچپه بون خراب است. یا اول جراب میپوشی باز بود، تو اول بود بپوش سر جراب بگرد بیرون میگه شالایلا شده مردکه. زیاد ما اینمه تو از شالایلا بتر کارا میکنیم، کل چیز سرچپه ساختیم و خوش هستیم دیگه. حال دیگه که میپزن اول روغن باز پیاز بازی بازو تو سرچپه که اول گوشت بنداز را رد بتی باز پسان روغن و کل سوختانی خراب کردی. نظم در زندگی اینمی تاثیر داره. نظم در امورت، اولویت شناسی، کدام کار اول، کدام دوم، کدام سیم. تو تا دوی شب اگه میشینی با کتابت بشین نه با فوتبال، در غیر از او بدبختی است. موضوع خب یادتان باشه ما باید رهبر زندگی خود باشیم. دلاف پتاک که میشینیم او که ترامپ تو باید میکرد، که پوتینی کار باید کنه، کشرف غنی تو باید میکرد، فلانی تو باید میکرد، کلت سر کل دنیا تو گپ زدن میتونی؟ خودت چی؟ یک وسیله تا در جایش مانده نمیتونی. این مثل مولا نصرالدین میگه رادیو را ماند گوشت پیش رادیو ماند. به شک آمد گوشت برد یا آمد که گوشت کجاست؟ گرفت بکسها را بند کرد گفت گفت کل دنیا را میتونی بگو، یک پشک پش گفته نمیتونی. حالی تو کل دنیا را گفت گفت پشک گفته میتونی، یک وسیله خودت در جایش مانده نمیتونی. خب معلوم دار از بدبختیست. بنان نظم باید رهبر زندگیت باشه. رئیس جمهور خودت چه؟ رئیس جمهور دیگر بان تو خودت، رئیس جمهور خودت تو خانوادیت هست چی کدی؟ وقت تو نمیتونی دیگه سر دیگه هم انگوش نمون. موضوع دیگه که در قسمت زمان بفهمیم، امروز مساوی به فرداست، درد امروز با درد فردا مساوی است، لذت امروز با لذت فردا. ما فکر میکنیم متاسفانه که بیا لذت امروز برده برم درد به تعویق انداخته برم. این درد ها انقدر زیاد میشه، این سختی ها و رنج ها که دیگه زور ما بر بردنش نمیرسه. و فرق انسان ها همیست، فرق محصل تنبل لایق دمیست. تو چی میگی؟ کتاب شروع سمستر است، نه؟ شروع سمستر است، کتاب بر داده تو شروع میکنی و کی گفته که روز اول درس بخون؟ روز اول خب برای سلام علیک رفیقا هست، روز دوم والا یک چای خوردن، روز سوم خادم قرقه باید برکت رفیقا برو قرقیتان برو، روز چهارم تو بانک، روز پنج خب یک کتابک است، باز یک هفته که پایبند کده درس خواندم یادش میگیرم. این نصف جام جدول است تا تمریناسی خب برای خواندن هم نیست. خود فریب دادم میری درس میری به شب امتحان، شب امتحان هم شیش تا صبح سر رویت پوندیده فاسفورس ها را خلاص کردی میای یال چیزی یادت نیست که در پارچه نشته کنی. دوال کوسون فیگه که دیگه از روز اول کتاب دید 100 صفحه ایست، روز 10 صفحه 5 صفحه تقسیم کرد منظم خواند، امروز می خوب الان میکنه و کل عمرم رو درس به یادش هست. تو چی؟ هم خوب حل نمیتونی، هم اونم بعد از امتحان که برآمدی چون رو بر امتحان تنها خواندی فراموشت میشه میره. بنان یاد بگیریم رنج امروز با رنج فردا، لذت امروز با لذت فردا. کار امروز امروز باید بکن، کار امروز به بعد موکول نکن، این بدبختی است. کار را به تعویق نندازیم. یک قانون است، قانون یک دو سه شروع، نگو فردا، نگو از ماه عمل، نگو از فلان وقت شروع میکنم، نه از امروز شروع، یک دو سه شروع کاره. ما یک فریب دیگه داریم، هی از شنبه همین چهارشنبه که استاد میگه خو میبینی وسط هفته استاد جون باز از شنبه شروع میکنیم، بسم الله سید شنبه شنبه خو میبینی ماه جدیدست میگه زمستان تیر شوه کمی زمستان هم تو خراب تیر کنیم بخیر از ماه عمل آدم میشه. اور سیز ماه عمل آدم شد، ماه عمل هم شده و خدا ماه عمل خو وقت آدم شد در نیست، همین بوی گل و بوته و تفریح و سبز لغت کردن است، برو سبز لغت کن. به تعویق انداخته میریم آدم شدن، نه
یک دو سه شروع از همین لحظه تصمیم میگیریم کارا به تعویق نمندازیم. در تأخیر آفات از شنیدین دیگه. روزانه حتما دو سه کار مهم انجام بدین. اگر دو سه کار مهم در روز انجام نمیتی زندگی را هدر دادی. سر مسلمان بودنت، سر انسان بودنت شک. باید دو سه کار بر اهمیت زیاد باید، حداقل دو سه تا باید انجام بدی. حرفای بیهوده نزنیم. مردیدین در حرف بیهوده زدن مقام اول داریم. بر 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 چی میگی؟ دمیسان میگه بر 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 خب میگم بچم تو بخی بیامور اینجا بگو. اقا و شرماور است که گفتهش نمیتونه. ضرورتش چیز که تو هم قیق گپ کشه. اگه خوب است مکل ما چپ میشنیم تو بقی گپ بزن. ولی اگه غیر ازی از شرم است تو وقت تضایی میکنی در گپ بیهوده. باز او بیهوده میگه تو چو توی قوصله داری او بیهوده را مشنوی. تو بگو بس که بیادر مایی را مشنو. گپ خوب داری بسم الله نیست من رفتم. بنان گپ بیهوده نزنیم. یک کتابچه برنامه ریزی داشته باشیم ایره و تقسیم کار یاد بگیریم. افراد بدرستی انتخاب کنیم، برشان درست آموزش بدیم، بررسیشان کنیم، کار تقسیم کنیم. این مدیریت خوب است برای وقت. و یاد ما باشم ما در هر مکانی که میریم بر ما میگه که مثلا ختم ساعت 12 بیای، عروسی ساعت 6 شام بیای. ولی ما یک سوال کنیم که من چقدر وقت در اونجا می باشم؟ آیا همه وقت معمو مجلس ارزش داره یا نداره؟ اگر نداره لطفاً به مجالسی که ارزش وقت سپری کردن تان نداره نرین. وقتتان اهمیت برش بدین. کار، عبادت، تفریح، استراحت کلش در زندگیتان منظم داشته باشین. کارتان کو، عبادتتان به وقتش انجام بده، تفریحم در زندگی داشته باش. نمیگم تفریح نکو، تفریحم کو، استراحتتان کو. اول گفتم قابطه با کیفیت کو که انرژی بگیره بدنت دوباره. کل ازیر منظم کو. اول ببینه نمی دین ما سر تا سر فقط خواسته مدیریت وقت نشان بده. وقت مونده 5 وقت نماز بخونی قضا نشه. اگه قضا شده تو باید شوه تنظیم کرده. یعنی اهمیت وقته. اما بدترین مردم ماست ما هیچ چیز دین خدا نگرفتیم، هیچ چیز دین خدا نگرفتیم. ادب نزاکت خوبی رو اونا گرفته. رئیس صاحب تانه پرسان کنین میگه ما اونجا درس میخواندیم 4 نفر دکترا دستم میامد 4 نفر پی جی داشت درس میداد. یکیش که بند میموند از دیگهش پرسان میکرد تو دهی مورد میفهمی؟ ات روزام شده که سوال ما را هر 4ش نفهمیده بعد روخ چیزی بر ما نگفته. گفته نمیفهم صاحب، ما میریم 4 نفره کار میکنیم میره برات پیدا میکنیم. این شکستگی اصلا در دین ما توصیه شده. اونا خوبیا را میگیره اما ما چی را میگیریم؟ ما میگیم حتما اوی که غرب شده از این پتلونش تو سرش پاره است، حتما از این است، حتما این که مثلا این چنگک گیس واری جور شود، چنگک قصابی واری جور شود، اینجا یا خط بندازی دبرو، حتما از این چیزا پیشرفت کرده. نکده بچیم، نه از رقص پیشرفت کردن، نه از لباس پیشرفت کرده. پیشرفت از اونا از علم است. ما چی میکنیم؟ او خوبی ها را میگیرن، ما هم بدترین قسمت های از اونا را کپی میکنیم. فکر میکنیم امیر غرب که غرب ساخته بدیجابی ساختنی. غرب بدیجابی غرب نساخته، غرب دانشمندش غرب ساخته. ای کل ما بیجاب شدیم ساخته میشه وطن؟ نمیشه. ولی ما او را کپی میکنیم. ما فکر میکنیم اگه دمی زمستان پاچه تا اینه میجا برزدی په په اینه ای شد نیست در پاچه برزدن. روش درست انجام کارها را باید بفهمیم. ما بعضی وقت نمیفهمیم کار درست چطور انجام میشه، خراب میشه از پیش ما. مثل یک کسی که تحریک کنده اینمی شله بود، 2 ساعت عرقای سر کرده بود. یک کسی تیر شد گفت بیادر چرا میاره را تیز نمیکنه؟ گفت وقت ندارم. 10 دقیقه را تیز میکرد، 10 دقیقه چوبره میشد. اما چون روش بلد نیست 2 ساعت خود خسته ساخته. یاد بگیریم که درس خوان مثلا ساعت ها کتاب در دست است برداشت نمیتونی. تو روش مطالعه یاد نداری، تکنیک حافظه یاد نداری که چطور یک درس یک دفعه بخونی بیشترین برداشت کنی. تمرکز نداری، وقتت ضایع است، اما نتیجه اندک است. وسایل و ابزار هم در کار بسیار کمک ما میکنه. این روزه برای بسیار کارا وسیله ایجاد شده و او وسیله رو ترمیم کنیم، خوب کنیم. مثلا شما دیدین مثلا مزار سفر داری، موترکت میبینی، مستری یک دست میزنه، اوش کنترل میکنی، موبلایلش هم اندازی تیل پر میکنی که درا مجهز باشه. اینو تو وسایلت باشه و مجهز باشه بسیار میتونه کمک کننده باشه. کمال پرستی رو رها کنین. بعضی وقت ما میگیم 100% باید یک کار ما باشه. نه، 100% ایلا کن، 90%، 85%، 80%. ولی وقتی میخوایی که از کل مردم کده بهترین باشی تو نمیتونی کار انجام بدی. و در یک کار که میخوایی 100% باشی از 20 تا کار دیگه میمونی. وقتی حرکت میکنی فاصله را در نظر بگی. پانتون 8 بجه است واده کردی، این نمیرسم 8 بجه نو تو از خانه حرکت میکنی. فکر میکنی تو چراغ علاءالدین هستی که بگه دنگ تو دمجم. فاصله است، رابندی است،
سرک است، موتر است، کل از اینا رو در نظر بگی. اگه تو مثلا ما مثلا دبج تو عده کردیم به سمینار، ما که نمیشه دبج از خانه بخزیم، ما که از اینا سمینار دارم اینا آمدم، ما باید از نو بجد تصمیم بگیرم، حرکت کنم، فاصله رو در نظر بگیریم که 5 دقیقه وقت رو اینجا برسم، این رو باید در نظر بگیریم و خودم مجبور کنیم، خودم مجبور کنیم بر علی کار میکنم باز بشی نه، از گوشت خودت بگی که بخی درس تا بخون، بخی کار تا بکو، بخی نماز تا بخون، بخی فکر کو زندانیستی، مجبور هستی باید بکنی، اما ما خود مجبور نمیدانیم. خب ما اینجا بحث خود به پایان میرسونم، چقدر شده و خاطر که شما میذار نارام هستین، بس از باز کدام وقت دیگه حتما سرش گپ میذنم، اما قدر شده نظر بگیرید چند شده تا مگه 12 و 10 وقت شما رو زیاد نگیرم، بس ما نیمه شد خیر میمونه، کدام وقت دیگه اگه با فرصت شما موصله داشتین باز بخیر تنظیم میکنم، اگه بی حوصله بودین مریج نگیرم چون زیاد گپ میزنم، کدام وقت اگه حوصله داشتین میبینیم، ولی آرزوی ما فقط یک گپ، ما تو ده هر بی‌نظمی و هر مشکل و هر بیعدالتی و هر بیابروگی کل ما سهم داریم، تنها نگویم که نه خوار من نیست که تیک تاک میسازه در اونجا، یا بیادر من نیست که در چیزای لح و لحب مصروف است، هر کس افغان ما کس بیادر موتوس و هر افغان که مجبور شده که یا به خاطر توجه مردم یا به خاطر بدست آوردن پول از تن خود بگذره و هر افغان مجبور شده در کوی یخش بزنه طفلش در دریا غرچه، با تو مسئول هستیم با فیزیدیای مختلف. آرزو دارم همین مسئولیت یک درد باشه که تو را به بی‌غیرتی و بی‌همتی نمانه، شب نارامت کنه که بخی درس ته بخون، صبح نارامت کنه که بخی درس ته بخون. اگه این درد در قلب ما بود، زنده بود در ذهن ما، ما پیش خدام جوابگوی خود بودیم، سربلندم خود بودیم و این وطن هم ساخته میشه. اگه اینم تو بی درد و بی توجه به حال هم دیگه بودیم و گفتیم به ما چی حالشان کار چی میشه، حال ما و شما متاسفانه روز به روز بدتر شده میره. در آخر از استاد عباس هم میخواییم استاد نازنین یک شعرام بگویم، فضا ما چون خوش صحبت کردم یک چیزه که بگویم بیاییم. تشکر. می حرمتی و ساحت خوبان قشنگ نیست، باور کنید با سخه آوینه سنگ نیست، در کارگاه رنگ رسان دیار ما رنگی برای پوشش آثار ننگ نیست، با برگ گل نوشته به دیوار باغ ما وقتی بیا که حوصله غنچه تنگ نیست، از بردگی مقام بلالی گرفتن در مکتبی که ارزش انسان و رنگ نیست، وقتی که عاشقانه بنوشی پیاله را فرقی میان طعم شراب و شرنگ نیست، تنها یکی تاریخ میرسد هر به پاشه